Аксҳое, ки пеш аз ҳодисаҳои бузург рифта шудаанд. Ин як чизи оддист, ки ҳодисаҳои нохушоянди зиёде дар ҷаҳон рух медиҳад, мисли сел, заминҷунбӣ, садама ва ғайраҳо. Баъзан вақт пеш аз рух додани ин ҳодиса, яъне ин оттифоқоти талх, барои мардум аз онҳо акс ва филм гирифта мешавад, ки нигоҳ кардан ба ин аксу филмҳо инсонро ба ваҳшат меандозад. Дар ин барнома баъзе аз чунин аксҳо ва филмҳоро ба шумо нишон медиҳем. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоп. Дар канали мо обуна шавед, зангуларо пахш намоед, як лайки дигар ва мо барномаро сар мекунем. Рафтем. دوستان عزیز، چگونه که میدونید در اروپا فوتبال در جوش و خروش است و شرکت 1x به شما امکانات بهترین را فورا میارد که شما در این بازی ها مثال پول مونده برد کنید. و سلکه که در کامنتاری من اولین کامنتاری که زکریپیت کرده گیم در اونجا سلکش موندگی شما میتونید در این رجیستراسیا کنید، پروموکد نکرا استفاده برین و شما 5000 روبل بونس میتین و اینا شما میتونید در دپوزیت اول استفاده برین و برد کنید. صدمه راکت فضایی هیچ چیز ترسناکتر از این نیست که مرگ رو با چشمانی خودتون ببینید، مخصوصا زمانی که بدونید کسی به شما کمک کردن نمیتواند. 28 ینوری سال 1986 ناسا میخواست موشک فضایی رو که چالنجر نام داشت و فضا فرستاد، اما متاسفانه تنها بعد از 73 ثانیه پرتاب موشک مذکور ترکید. در نتیجه این حادثه همه 7 سرنشین این موشک از جمله 5 کیهانورد و 2 متخصص باربری به هلاکت رسیدند. اکثریت آمریکایی ها هم از تلویزیون در پخش مستقیم این صحنه رو می دیدن، اما باور کردن نمی توانستند که این حادثه در حقیقت به عمل آمده است. این عکس هم آخرین عکس دست جمعانه این 7 نفر است که پیش از سفر از آنها گرفته شده اند. آنها با تبسم و با کامیرا نگاه می کنند، اما خبر ندارند که چی چیزی در انتظار آنهاست. این نوار هم همین 7 انسانی دلیل و شجاعی را نشان می دهد که برای طرفدارانشان دست افشانده تیار شدند که سوار موشک شوند، اما چند دقیقه بعد جان خود را از دست دادند که در حقیقت گریه‌آور است. تیتانیک. غرق شدن تیتانیک که سال 1912 به عمل آمد هنوز هم یکی از مشهورترین حادثه های تاریخی است. هممون میدونیم که از این حادثه فیلم ساخته شد و این فیلم خیلی خوب بود. تیتانیک در زمانی خودش بزرگترین کشتی مسافرکشی دنیا بود. همه باور به آن داشتند که کشتی مذکور اصلا غرق نمی شود، اما متاسفانه این کشتی بعد یک برخورد با یک پیریخ در اقیانوس اتلانتیکا صدمه سخت دید و 2 ساعت و 40 دقیقه پس غرق شده به چقر اقیانوس رفت. بدترش این است که در کشتی مذکور به اندازه کافی کشتی های خردی احتیاطی نداشتند، در نتیجه زیاده از 1500 نفر فوتید و این حادثه به یکی از مرگبارترین حادثه ها تبدیل یافت. این عکس را هم یک کشیش ایرلندی گرفته است. این آخرین عکس است که از تیتانیک در دنیا گرفته شده است و همه را به یاد این واقعه ناخوش می اندازد. برخورد با رد و برق. این قسمت برنامه بیشتر با یک فیلم وحشتناک مانند است و شاید شما باور نکنید که این واقعه حقیقت دارد. این دو برادر با یک پارک ملی در شتات کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا رفته خیمه زدند. زمانی که رد و برق سخت به عمل آمد توانستند که این لحظه ها را ثبت کنند. واقعه بعد از این ترسناکتر بود و این دو برادر رد و برق برخورد میکند، اما خوشبختانه زنده میمونند و این واقعه دهشتناک را برای اویلا و دوستانشون، یعنی به اطرافیانشون نقل کرده این عکس را هم پهن میکند. البته که آنها میخواهند این شب رو فراموش کنند، اما فراموش کردن این واقعه خیلی مشکل است. سلفی که باعث مصیبت شد. از زمانی که اینترنت و شبکه های اینترنتی مشهور شدند، همیشه جوانان کوشش میکردند که عکس های بگیرند که ابناچینان خود را زیر تاثیر قرار دهند. بعضی وقت همه این خواسته ها خیلی خطرناک میشوند و آنها کوشش میکنند که تا درجه از خود عکس بگیرند، که این خیلی خطرناک است. یک خطاگی خردی آنها میتواند که با یک حادثه بزرگ تمام شود. زنیا یک دختر 18 ساله روس بود که با گرفتن سلفی های جالب و ترسناک مشهور بود. عادتا او با بینا بلند برآمده در آنجا سلفی میگرفت، اما وقتی اون میخواست که در یک کوپروکی بلند در سنگ پترزبورگ اما وقتی اون میخواست که به یک کوپروکی بلند در سنگ پترزبورگ برایت پایش لغزید و افتاد و به هلاکت رسید. البته باید گفت که در نتیجه تشخیصات معلوم شد که سبب مرگ او افتیدن نبوده است، بلکه او هنگام افتیدنش کوشش کرده است که قسم های برق را بگیرد تا سرعتش کم شود، ولی متاسفانه برق با قوه 1500 ولت به او تاثیر کرد، در نتیجه او در همان وقت وفات کرده است.
Ширкати Азия Маркет беҳтарин доруҳои гиёҳиро пешкаши шумо мекунад. Мехоҳед ки риши зебо дошта бошед? Мехоҳед ки мӯи сар баророед? Шумо хароб ҳастед, мехоҳед фарбеҳ шавед? Ва ё баръакс, мехоҳед хароб шавед? Ё ин ки мехоҳед ки муҳлати ҳамхубагиро то 45 дақиқа дароз кунед ва илова бар ин қувваи мардонагиро дучанд кунед? Пас зудтар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳо барои ҳамаи дардҳоро фармоиш диҳед. Дастрас кардан тамоман ройгон аст ва агар аз номи канали мо муроҷиат кунед, пас ҳатман ба шумо тахфифи калон карда мешавад. خطو کردن در جهش. جهش یکی از مشکل ترین کسب های دنیا بوده، کسی که به آن مشغول می شود پس او با جان خودش بازی کرده است و ممکن است که از رویل هر لحظه به زیارتش آید. پاول کاشین از روسیه یکی از جهندگان دلیر و جسور بود که در وقت اجرا کردن یک حرکت جان خود را از دست داد. او عادتا هنگام پریش و جهش های خطرناکش نوارهای خود را ثبت می کرد که جهیدن از بالای چیزهای گوناگون مثل سنگ ها، دیوارها و حتی از بالای بم ها در بر می گرفت. اما سال 2013 تاوان یک از این جهش هایش را با جانش پرداخت. وقتی که او در لب بام یک بینای 16 آشیانه جهش کردن نتوانست که خود را نگاه دارد و از آنجا افتید. در این زمان دوستش از او فیلم میگرفت. تعداد از مردم هم او را تماشا میکردند و شاهدی مرگ او بودند. افتادن غیر عادی. این عکس عجیب سیاه و سفید را که میبینید ناخواست گرفته شده است. ماه فوریه سال 1970 وقتی که یک عکاس با نام جان لینزای کامرای نوش را میسنجید این تصویر عجیب را گرفته است. مردی را که در عکس میبینید جوان است که با نام کیت. او در یک هاوکی چرخ هواپیما پنهان شده میخواست به طور قاچاق و غیر قانونی به توکیو رود، اما بعد از چند از بلند شدن هواپیما او نتوانست که خود را نگاه دارد و از بلندی 60 متر به زمین افتید. از طرف دیگر هم این عکاس توانست لحظه آخرین زندگی این مرد را عکس گیرد و حتما شما هم میدونید که این نتیجه افتیدن چی بوده میتواند. آخرین ماشین سواری. این مرد از گلیوود میباشد. او بیشتر در فیلم های ماشین سواری میکرد، اما این محبتی به اندازه او به ماشین سواری عاقبت باعث مرگش شد. این بازیگر 3 نوامبر سال 2013 در یک صدمه نقلیاتی وفات کرد، اما او خودش راننده ماشین نبود. جهانیان با شنیدن خبر مرگ او در حیرت ماندند. گفته میشود که آنها با سرعت 160 کیلومتر ساعت صدمه کردند و زنده ماندن از صدمه با این سرعت امکان ندارد. در اینجا شما بازیگر گلیوود را میبینید که چند لحظه بعد سواری ماشین سرخی خودش می شود و این آخرین عکس زندگی او بود. کشتی هوایی هیندنبورگ. سالهای 1930 کشتی های هوایی یک اسباب مهمی برای برکشانی هوایی به حساب می رفتند. یکی از این کشتی ها کشتی هیندنبورگ بود که در آن زمان ها زیباترین کشتی هوایی بود و می توانست 100 نفر را در خود جای دهد. این کشتی با یاری 28 هزار متر کوبی گازی گیدروژن حرکت می کرد که در آن زمان ها بسیاری ها درباره آن سخن می گفتند، اما سال 1937 یک ترکشی گازی در آن باعث شد که خود کشتی هم بترکد. در نتیجه 36 نفر به هلاکت رسید. این عکس هم چند لحظه پیش از ترکش کشتی گرفته شده است. تصور این که چنین کشتی بزرگ ترکیده به زمین افتاد خیلی وحشتناک است. کاری خیره که عاقبتش به خیر نشد. این مرد روبرت نام دارد. این مرد یک موج سوار ماهر در شتاتی کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا بود. چنانه که در عکس میبینید اون میخواست نمایش رو اجرا کند. این نمایش برای آدمانی بیخونه بود که روبرت میخواست برای آنها پول جمع کند. اون میدونست که برای ترغیب و تشویق آدمان به این کار باید نمایش خوب اجرا کند. برای همین به خلاصه آمد که با سکیت آبی به بالای شرشره نیاگارا حرکت کرده با چتر به پایان بپرد. او این کار رو کرد، اما در لحظه آخرین چتر او کشیده نشد و در نتیجه از این بلندی به پایان سقوط کرده به هلاکت رسید. ماه دکبر سال 2004 زمین جنبی وحشتناک در اقیانوس هند باعث فلاکت بزرگ شد. این زمین جنبی چنان شدید بود که آلمان آن را بین 9.1 و 9.3 اعلام کردند. این زمین جنبی سونامی را به عمل آورد و این سونامی با موجهای به بلندی 30 متر از جنوب و غربی آسیا به طرف مردم حرکت میکرد. این حادثه تا به حال رکورد یکی از مرگبارترین حادثه طبیعی را به خود کسب کرده است. در این حادثه زیاده از 200 هزار نفر به هلاکت رسیدند. این زن ساکن انگلیه بوده، برای استراحت به تایلند رفته بود. وقتی پدر و مادر او اسباب های او را گرفتند، این عکس را در بین آنها یافتند که به نظر می رسد چند دقیقه پیش از این حادثه عکس گرفته شده است. آن زمان او در زیر نور آفتاب بود. فکر کردن به اینکه صاحب این عکس چند دقیقه بعد از گرفتن این عکس به هلاکت رسیده است، آدم را غمگین میکند و این نشان میدهد که حادثه های طبیعی چقدر خطرناک بوده میتواند. تماشابینان گرامی، در همینجا نوار امروز ما به آخر رسید. اگر به شما پسند آمده باشد در کامنت ها را بنویسید، در کانال ما آبونه شده زنگوله را پخش نمایید، یک لایک دیگر. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد. خیر.